بیوگرافی گوگوش و دلیل خدافیزی گوگوش از خانندگی سلام به چنل مخاطب خاص خیلی خیلی خوش اومدین مرسی که از ما حمایت میکنین و لایک و سابسکرایب میکنین در دهه هفتاد میلادی گوگوش به شاهماهی موسیقی ایران معروف شده بود این خواننده و بازیگر مشهور ایرانی جزو پرطرفدارترین خواننده زن تاریخ موسیقی ایران بوده و حتی در خارج کشور و کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه هم طرفدارای خیلی زیادی پیدا میکنه. خانم فائقه آتشین در سال 1329 در شهر تهران و محله سرچشمه به دنیا میاد. مادرش یه ارمنی مسیحی بوده و اسم اونو با نام گوگوش صدا می کرده که بعدها فائقه این اسم رو به عنوان نام هنری خودش انتخاب می کنه. این اسم هم در بین ارمنی های مسیحی خیلی رایجه حتی پدرش میخواسته این اسم رو تو شناستانش هم ثبت بکنه اما ثبت احوال اجازه نمیده. گوگوش از همون بچگیش به همراه پدرش آقای سابر آتشین که تو کار نمایش بوده و اهل شهر سراب بوده به ایفای نقش میپرداخته. پدر و مادر و گوگوش هم زمانی که گوگوش دو ساله بوده از هم دیگه جدا میشن گوگوش در خانواده خودش یه برادر کوچکتر تنی داشته که به علت روماتیسم قلبی تو سن 24 سالگی فوت میکنه و همچنین سه برادر ناتنی از سمت پدرش و یه خواهر و برادر ناتنی از سمت مادرش نسرین داره پدرش اهل آذربایجان شرقی و مادرش هم از مهاجرین آذربایجان شوروی بوده گوگوش تا سه سالگی همراه پدرش میرفته این و رو کار میکرده چون پدرش یه اکروبات باز بوده و تو عملیات آکروباتیک هم خوب همیشه گوگوش تو صحنه شرکت میکرده سالهای زیادی پدر گوگوش توی سقاخونه به اجرای برنامه میپرداخته و گوگوش هم در سن سه سالگی خیلی با استعداد و شیرین زبون بوده و سعی میکرده کار خوانندگان و رقصندگان حرفه رو تقلید کنه و اونقدری بوده که اون شده بود نقش اصلی برنامه های پدرش و حتی دستمزد بیشتری هم از پدرش دریافت میکرده در سن 8 سالگی کار خوانندگی رو در برنامه صبح جمعه رادیو ایران شروع میکنه و بعد از اونم در سنین جوانی به اجرای برنامه تو کاباره بزرگ تهران میپردازه اولین کاری که اون به طور مستقل اجرا میکنه ترانه‌ای به اسم قصه وفا بوده که در دهه پنجاه که استفاده از تلویزیون هم تازه بوده و خیلی زیاد بوده باعث شده بود که ایشون خیلی مشهور بشن و کلا مشهورترین خواننده اون دوران بشن چون همه میتونستن از تلویزیون ببیننش اون خیلی سریع هم بیشتر از مرزهای ایران مشهور میشه و کشورهای دیگه که زبان فارسی داشتن مثل تاجیکستان افغانستان از اونجا هم طرفدارای خیلی زیادی رو پیدا میکنه سبک گوگوش در دهه هفتاد میلادی در اوج شهرت خودش بوده گوگوش به عنوان خاننده و هنرپیشه و بازیگر به الگوی زنای ایرانی زیادی هم تبدیل شد حالا علاوه بر اینکه ترانههاش گوش میکردن سعی میکردن که از سبکش تقلید کنن مثل اون لباس بپوشن یا پوشیدن همون لباسها مینیژوب یا مدل موی کوتاه خانم گوگوش خیلی ازش تقلید میکردن و در حال حاضر هم اکثر مدل های قدیمی به نام ایشون به سطح رسیده گوگوش از جمله خوانندگان درباری هم محسوب می شده که تو جشنهای خصوصی دربار سلطنتی پهلوی شرکت می کرده و از جمله این جشنها می میتونیم به جشن تولد شاهزاده رضا پهلوی اشاره کنیم که اون در همچنین در جریان جنگ سال 1976 زفارم برای سربازان ایرانی تو عمانم برنامه اجرا کرده بوده گوگوش در سال 1351 با کابارهدار مشهور تهران یعنی آقای محمود قربانی ازدواج میکنه و بعد از اونم برای آموزش موسیقی راهی فرانسه میشه حاصل این ازدواج هم یه پسری بوده به نام کامبیس اما این ازدواج زیاد طول نمیکشه و و بعد مدتی در سال 1354 گوگوش از محمود قربانی که پدر کامبیز بوده و صاحب هتل کاباره میامی بوده جدا میشه ازدواج دومشون با بهروز وسوقی بوده که ماجرای عشقی داشتن و با همدیگه توی فیلم هایی هم همبازی بودن خصوصا بعد از بازی در فیلم ممل آمریکایی در سال 54 با هم ازدواج میکنن که تا یه سال بعد یعنی سال 55 این زندگی ادامه داشته ازدواج سوم گوگوش با همایون مساقی بوده که چند تا شرکت بیمه زیر دستش بوده و تا سال 56 با هم بودن و بعد انقلاب و سال 68 از هم جدا میشن چهارمین ازدواج گوگوش هم با کارگردان معروف به نام آقای مسعود کیمیایی بوده که تو سال 70 بوده تو سال 79 هم یه تیم فیلمساز موفقی بودن که پیشنهاد میدن و, و باعث میشه که خانم گوگوش پاسپورت بگیره و خلاصه با همسرش از ایران خارج میشه و تا سال 82 هم که خب دیگه از مسعود کیمیایی هم جدا میشه تنها پسر گوگوش یعنی کامبیز بعد انقلاب به همراه پدرش محمود قربانی از ایران خارج میشه و به فرانسه میره بعد اونم به آمریکا میره و برای مدت زیادی مادرش رو نمیبینه و توی لس آنجلس هم جزو اولین کسایی بوده که شروع کرده به رپ گفتن و کلا سبک موسیقی هیپ هاپ و ایشون با شهرام کاشانی هم همکاریایی داشتن بعد انقلاب گوگوش بارها به دادگاه های انقلاب اسلامی احضار میشه و وقتی هم که انقلاب میشه تو سال 57 و نظام جمهوری اسلامی میاد دیگه خب موسیقی و آواز خوندن ها تو محافل عمومی خب ممنوع اعلام میشه و ایشون هم دیگه نمیتونن کار کنن و اکثر هنرمندای ایرانی هم مهاجرت میکنن از ایران و گوگوش هم که وقتی انقلاب میشه تو ایالت متحده آمریکا زندگی میکرده که به ایران میاد و خب دیگه تو صحنه حضور نداشته متاسفانه و 21 سال سکوت میکنه خانم گوگوش و گوشگیریش هم تو ایران باعث میشه که کلا شایعات و فشارهایی که از ایران در واقع بهشون روا بوده ولی باز باعث میشه که ایشون خارج نشن از ایران و در نهایت دیگه تا سال 1379 موفق به دریافت گذرنامه میشه و از کشور ایران خارج میشه خانم گوگوش علاوه بر خوانندگی بازیگرم بودن و اولین فیلمی که توشون حضور داشتن فرشته فراری در سال 1339 بوده و ایشون بعد 70 سال حضور روی صحنه های مختلف از این عرصه خداحافظی کرد خداحافظی من که البته بهمن بابازاده خبرنگار موسیقی توی توییتری نوشته بود که خانم گوگوش مدت هاست به بیماری پارکینسون دچاره. حالا در مواجهه با این بیماری هم به مرحله رسیده که تارهای صوتی این خواننده تحت تاثیر قرار گرفت البته خودشون راجع به بیماریشون تا بار صحبتی نکردن خب پارکینسون هم یه نوع بیماری عصبیه که با کاهش دوپامین باعث کندی حرکت و سختی و کند شدن حرکت دست و پا میشه یه تصویری هم با هم میبینیم که تصویر نشون دهنده اینه که خانم فائقه آتشین یعنی همون گوگوش در سفر حج بودن خود گوگوش هم در مصاحبهش با یه مجله معتبری گفت که تمام زندگیم تمام دوران کاریم برای مردم ایران خوندم حالا نمیتونم بخونم و نمیخوام که بخونم همچنین اینم هم بهتون یادآور بشم که خانم گوگوش در سال 1353 به عنوان ملکه زیبایی انتخابی مردم بوده که عکسش هم روی جلد مجله رفته بود و این اواخر هم یه مراسمی داشتن برای مراسم رونمایی از عطر گوگوش که با حضور لیلا فروهر و حسن شمایزاده برگزار شده بود براشون آرزوی سلامتی میکنیم هر جایی که هستن مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار